هفته ای نیست که خبری از رفتار ضد انسانی و وحشیانه نیروهای حکومتی آل خلیفه در بحرین با زندانیان سیاسی و عقیدتی شیعه در رسانه های محلی و بین المللی منتشر نمی شود. در جدیدترین خبر منتشر شده آمده که یکی از سرشناسترین فعالان سیاسی شیعه در این کشور که در وضعیت بسیار وخیمی به سر می برد در آستانه مرگ قرار گرفته است. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. مقام های زندان جوه بحرین علا رقم درخواست های مکرر عبدالوحاب حسین فعال شیعه بحرینی از طریق معاینات و قرار ملاقات با پزشکانی که از وضعیت و شرایط وی اطلاع دارند همچنان از دریافت مراقبت های پزشکی مناسب جلوگیری می کنند. قتل آهسته تعبیری است که برخی رسانه ها درباره وضعیت این زندانی سیاسی شیعه به کار بردند نگفته نماند حکومت بحرین از اتخاذ شدیدترین نوع شکنجه روانی و محرومیت از ابتدایی ترین حقوق برای تضعیف عزم همه زندانیان دریغ نمی کنند. در همین راستا سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر و مجمع حقوق بشر بحرین از حکومت بحرین خواستند که عبدالوهاب حسین را که در معرض قفلت پزشکی قرار دارد آزاد کند و در توییتی نسبت به سهلنگاری عمدی پزشکی که بر سلامت وی که از قرار ملاقات پزشکی و درمان محروم است هشدار داد مجمع حقوق بشر بهره نیز مقام های امنیتی در اداره زندان را به تداوم محرومیت از درمان به عنوان وسیله‌ای برای انتقام علیه زندانیان عقیدتی متهم کرد. وی در مارس 2011 دستگیر شد و از لحظه دستگیری تا آغاز محاکمش یعنی سه ماه بعد و همچنین محرومیت از ملاقات با خانواده مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفت او قبل از دستگیری از مشکلات جسمانی زیادی مانند دیابت، آسیب عصبی کمخونی داسی شکل، جدا شدگی شبکی رادیکولوپاتی اختلالات خود ایمنی فشار خون و سایر مشکلات رنج می برد و در دوران زندان وزن وی به شدت کاهش یافت مقام های زندان علا رقم درخواست های مکرر وی از طریق معاینات و قرار ملاقات با پزشکانی که از وضعیت و شرایط وی اطلاع دارند، همچنان از دریافت مراقبت های پزشکی مناسب جلوگیری می کنند. گفتنی است عبدالوهاب فعالیت خود را با جنبش دموکراسی در دهه 90 آغاز کرد و در آن دوره دو بار دستگیر شد اولین بار در سال 1995 که به مدت شش ماه بدون هیچ گونه اتهام رسمی علیه وی در بازداشت بود دومین بار در سال 1996 بازداشت شد و در سال 2001 آزاد شد در سال 2011 پس از سرکوب جنبش مردمی که در 14 فوریه آغاز شد مقام های امنیتی عبدالوهاب حسین را در 17 مارس 2011 دستگیر کردند و او و دخترش در جریان آن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند او به دادگاه امنیت ملی یا همان دادگاه نظامی منتقل شد دادگاهی که فاقد اصول حداقل عدالت بود و او را به حبس ابد محکوم کرد پس از رسیدگی مجدد در دادگاه غیر نظامی دادگاه حکم دادگاه نظامی را تایید کرد لازم به ذکر از عبدالوهاب حسین در حال حاضر در زندان مرکزی جو نگهداری می شود عبدالوهاب حسین علا رغم اینکه از یک اختلال عصبی مزمن رنج می برد پیوسته از دسترسی به مراقبت های پزشکی در زندان محروم بوده و در نتیجه دچار عوارضی شد که سلامت او را بدتر کرد او همچنین از پارگی شبکیه و هموگلوبین پایین خود رنج میبرد و بدون اطلاع خانواده تحت عمل جراحی قرار گرفت شایان ذکر است از آغاز انقلاب 2011 تا کنون تعداد زیادی به دلیل بیتوجهی به شهادت رسیدن از جمله محمد صحوان، منصور شیخ ابراهیم مبارک، حمید خاتم، علی قنبر، سید محمود السهلوی، حسین برکات، عباس مالولاه این آمار به غیر از موارد کشتار تحت شکنجه مستقیم در داخل زندان است. علی اکبری اخبار شیه